Hello everyone, Amir here again and I hope you're all doing great. Today we're gonna learn some new ways or new phrases to say I think. Okay? امروز بچه ها قراره که یه سری راه‌های جدید، فریزهای جدید یاد بگیریم به جای اینکه از جمله همش I think به جای اینکه بگیم من فکر میکنم به جای این یه چیزای جایگزین و بهتر و ادوانس‌تر مهم هم یاد بگیریم. فریزهایی که تقریبا به همین معنیه، اگه راستشو بخوای یا به نظر من، میخوایم بریم اینا رو با هم یاد بگیریم که بتونیم دایره لغاتمون رو افزایش بدیم و فقط یه چیزی رو تکرار نکنیم. فقط لطفا یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید و تا آخرین ویدیو با من همراه باشید. Let's go. خب بچه‌ها، ما از این معادلات تو فارسی هم خیلی استفاده میکنیم. همیشه نمیگیم که فکر کنم، میگیم مثلا آقا به نظر من، اگه راستشو بخوای، نخوام دروغ بگم، اگه بخوام یه چی گفته باشم، از نظر من. خب اینا رو قرار تو انگلیسی هم با هم امروز بررسی کنیم، ببینیم چه فریزایی رو استفاده میکنن، کدوماش فرماله، کدوما این فرماله، خودمونی تره. بریم اولیشو با هم داشته باشیم. فریز اول بچه، I'm not going to lie ادامه جمله. نخوام دروغ بگم، نمیخوام دروغ بگم. مثلا اینکه نظرشو اصلا میپرسه، مثلا به نظرت چی بود آقا، مثلا با این کاری که این فلان شخص انجام داد اوکی بودی؟ تو میخوام آقا نخوام دروغ بگم. خب این فرمال بین دوست و آشنای استفاده میشه. یه جمله مثال با هم داشته باشیم. For example, I'm not going to lie, I was pretty insulted to not be invited in your party or to your party. میگه که نخوام دروغ بگم، خیلی بهم برخورده بود. I was pretty insulted. Insulting someone یعنی که بچه شما به کسی بددهنی کنی، تحقیرش کنی، خب حرف بد بزنی. Are you insulting me? I was pretty insulted to not be invited to your party. از اینکه به پارتیت یا مهمونیت دعوت نشده بودم، بخوام راستشو بگم، واقعا بهم برخورده بود. فریز دوم، in all honesty یعنی بخوام راستشو بگم، با تمام صداقت بخوام بگم، با کمال صداقت، حالا معادل فارسیش بزنم خیلی نمیرسه، تو همین مایه ها، in all honesty. For example, in all honesty I had to be there. I had every right to be there. For all honesty I had every right to be there. یعنی که اگه بخوام راستشو بگم، من حق داشتم که اونجا باشم. حالا مثلا یه جایی بوده که بقیه میگن یا دوستات میگن تو نباید میرفتی اونجا، you shouldn't have been there. حالا عروسی دوست دخترت بوده یا هر کی بوده، تو هم برگشتی چی گفتی؟ For all honesty I had every right to be there. با تمام صداقت باید بگم که چرا، من همه حق داشتم که اونجا باشم. اینجا مثلا میتونی بگی I think or بگی for all honesty. In all honesty I just haven't needed them. In all honesty, I just haven't needed them. But in all honesty, I just haven't needed them. Phrase about بچه، In my view, از دید من، از نظر من، خب. In my view, ادامه جمله. For example, in my view, this coronavirus will be cured or a vaccine will be found sooner or later. یکی این ویروس کرونا یا درمان میشه، will be cured or a vaccine will be found sooner or later. یه واکسنی بالاخره دیر یا زود براش پیدا میشه، از نظر من. In my view to keep him here would be a waste of public resources. In my view your crime is such that life should mean life. In my view it is likely that the sale could raise an excess of £1 million. Next phrase is if you ask me, اگه از من میپرسی، اگه نظر منو میخوای. If you ask me, the rest of the sentence. ادامه جمله. For example, if you ask me, the restaurant service was wonderful, but it was a shame that I had to wait for so long to pay. میگه که راستشو بخوای، سرویس یا خدمات دهی رستوران فوق‌العاده بود. But it was a shame, ولی حیف که، I had to wait so long to pay. بعد کلی منتظر میموندم که پرداخت کنم، تسویه حساب کنم. حالا صفش شلوغ بوده یا کارکنان نیومدن، دیر جواب دادن. I had to wait so long to pay.
Okay. So if you ask me, رفیقت میخواد یه کاری انجام بده، نظر تو رو میخواد بپرسه. میگه what should I do؟ باید چی کار کنم؟ تو هم میگی if you ask me, I would have done that. I would have done this. اگه من بودم این کارو میکردم. اگه من بودم این کارو انجام میدادم. And it's about damn time if you ask me. If you ask me, the monkey's gonna eat that goddamn sandwich himself. Rhymes with boy if you ask me. فریز بعدی بچه ها As far as I can tell. As far as I can tell, this is not a good idea. As far as I can tell, he is in love with her. As far as I can tell. As far as I can tell یعنی که تا جایی که من میتونم بگم، تا جایی که من خبر دارم تقریبا. همون I think. As far as I can tell, تا جایی که میتونم بگم، they are in love with each other. اونا عاشق همن. As far as I can tell, they are in love with each other. خب؟ یا میتونی جمله طولانی تر رو مثلا بزنی تو فاز چه میدونم سیاسی. معمولا از این برای جایی استفاده میکنی که یکی از شما میپرسه که فلان چیز به کجا رسید. خب فلان چیز تا کجا رسید یا مثلا اینا تا کجا رفتن تا کجا رسیدن. خب مثلا یکی ازت میپرسه که what do you know about the election of United States؟ در مورد انتخابات آمریکا چی میدونی؟ تو هم مثلا میگی as far as I can tell، تا جایی که من میتونم بگم، I think Joe Biden is winning. فکر کنم جو بایدن داره میبره. As far as I can tell، تا جایی که من میتونم بگم، فکر کنم الان با چیزایی که خوندم دیدم جو بایدن داره پیروز میشه. As far as I can tell I've barely made par. As far as I can tell I've barely made par. فریز بعدی بچه ها To my mind یعنی که همون یه جورایی تو مایه های این مای ویو میمونه. تو مایه ما یعنی که به عقیده من، از نظر من، خب تو ذهن من، به همین معنی تو مای مایند ادامه جمله. For example, to my mind she should have been happier to see me and receive my support. She should have been happier to see me and receive my support. میگه که اون باید خوشحال تر میبود. She should have been happier to see me که منو میبینه و حمایت منو دریافت میکنه. خب مثلا ساپورتش کردی، هواشو داشتی، حمایتش کردی توی قضیه ای. میگه که اون باید خوشحال تر میبود با اینکه من کمکش کردم. منو بعد این مدت دید، به نظر میاد یه مشکلی داره. شاید مشکل داره، شاید با من مشکل داره. She should have been happier to see me and receive my support. That institution however is permitted in the territories of our excellent neighbors, the Portuguese, and is to my mind much misunderstood. To my mind, it's an abomination to consider that any man, woman, or child in this magnificent country of ours should have to look upon a loaf of bread as a luxury. Phrase بعدی بچه ها, as far as I'm concerned. As far as I'm concerned. ما یه دونه as far as I know داشتیم, تا جایی که من میدونم. Concerned به معنی بچه ها اهمیت دادن، نگران بودن. خب when you are concerned about something یعنی که شما داری بهش اهمیت میدی. خب میگه as far as I concerned، تا جایی که من اهمیت میدم. خب تا جایی که من میخوام اهمیت بدم، مثلا چیزی که خیلی برای شما اهمیت نداره. معمولا اینو کجا استفاده میکنن؟ یکی ازت میپرسه که what did you think about Sarah's behavior last night؟ یعنی که راجع به برخورد سارا دیشب چه فکری میکنی، چه فکری کردی. تو هم میخوای بگی که as far as I'm concerned she totally overreacted but her boyfriend was dancing with another girl. As far as I'm concerned she totally overreacted when her boyfriend was dancing with another girl. میگه که تا جایی که من اهمیت میدم خیلی دیگه داشت شلوغش میکرد. Overreacted یعنی که reaction دیگه بچه ها. reaction یعنی که یه عملی عکس العملی داره. reacted یعنی که شما به یه عملی عکس العمل نشون بدی. reacted. over وقتی پشتش میاد اینا صفت زیادی میکنه که بار منفی داره، یعنی زیاد از حد جدی گرفتن، شلوغش کردن. میگه اون خیلی شلوغش کرد دیگه، خیلی واکنشش تند بود. overreacted when her boyfriend was dancing with another girl یعنی که وقتی که دوست پسرش داشت با یه دختر دیگه حالا تو مراسم میرقصید، خیلی گندش کرد، خیلی شلوغش کرد. overreacted. As far as I am concerned whoever did this is a criminal. As far as I am concerned whoever did this is a criminal. As far as I am concerned whoever did this is a criminal.
فریز بعدی بچه ها The way I see it اینجوریه لحنش The way I see it جوری که من میبینم خب به دید من جوری که من میبینم The way I see it okay? For example The way I see it I made the family photographs a lot more interesting The way I see it I made the family photographs a lot more interesting میگه که اونجور که من میبینم من عکس‌های خانوادگی رو خیلی جذاب‌تر درست میکردم Make a photo بچه ما یه take a photo داریم Take a shot Take a photo یعنی که عکس گرفتن Take pictures Make a photo or made a photo یعنی که شما اون کارهایی که برای تدوینش ادیتش انجام میده بهش میگم making خب میگه که از نظر من خیلی بهتر ادیت میکردم عکس‌های خانوادگی رو جذاب‌تر به نظر میومد پس بذار من انجام بدم حالا اینجا داری با خواهرت یا برادرت حرف میزنی میگه The way I see it دو تا عکس گذاشتی داری مقایسه میکنی The way I see it جوری که من میبینم I made the photographs a lot more interesting من عکس‌ها رو خیلی جذاب‌تر کردم تو تو Mr. Wayne The way I see it All this stuff is yours anyway The way I see it, I saved your life twice now, sir. The way I see it, you got a safe. Next one is, it seems to me that, به نظر من میاد که it seems to me, از نظر من, خب, it seems to me that, اگر راستشو بخوای, از نظر من, یا همون I think. For example, it seems to me that everyone overreacted when I rather to eat instead of listening to the others in a family gathering. میگه که از نظر من به نظر من همه خیلی overreacted بودن خیلی واکنش نشون دادن وقتی که من ترجیح دادم when I rather to eat به جای اینکه ترجیح دادم که غذا بخورم میوه بخورم به جای اینکه بخوام حرفای بقیه رو گوش کنم توی دور همی خانوادگی توی این فامیلا جمع میشن خاله ها و عموها جمع میشن هی غیبت میکنن تو هم مجبوری اون وسط بشینی اون موقع چیه میچسب به اینکه بشینی بخوری یه بشینی میوه بخوری چای بخوری هر چی که هست رو میز بخوری چون حوصله‌ات سر میره و اونم بعضی وقت اوورریاکتد نشون میدن چقدر میخوری نمیری اینقدر میخوری بیا ما رو هم بخور خب it seems to me that everyone overreacted when I rather to eat instead of listening to others in the Family gathering. Seems to me that the skiing up here will be fantastic. I must say, it seems to me that it's gone beyond remedies like passive resistance. Seems to me that you don't seem to know the difference the way you shoot up that shit all the time. Phrase بعدی بچه ها phrase پر کاربرد همتون هم بلدید. I believe این فرماله دیگه اینو مثلا توی جلسه ها میتونی استفاده کنی I believe یعنی که من باور دارم که بین دوستاتون خیلی نگید میگن اسکولی خب I believe من باور دارم من عقیده دارم به عقیده من باور دارم که For example I believe they should have announced you as the winner I believe they should have announced you as the winner Announce بچه ها Announcing یعنی که صدا کردن یا اعلام کردن خب مثلا تو این جوایز اسکار که میبینی میخوای بگی یک نفر رو برنده اسکار اعلام کردن They announced this actor as the winner Announced okay? یعنی که اعلام کردن صدا کردن اینجا داریم میگه که از بقیده من فکر میکنم که اونا باید تو رو به عنوان برنده اعلام میکردن They should have announced you as the winner فریز بعدی بچه یه فریز خیلی خلاصه ما تا الان in my view داشتیم It seems to me داشتیم یه فریز خیلی ساده To me همین To me واسه من بقیده من برای من خب از نظر من To me ادامه جمله For example To me no one knows my ex better than I do To me no one knows my ex better than I do میکه از نظر من هیچ کس ex یعنی که دوست پسر یا دوست دختر سابقتون میگن ex بچه خلاصش میشه ex ex boyfriend ex-girlfriend خب یه ex میگن تمام میشه میره To me nobody knows my ex better than I do از نظر من هیچ کس دوست دختر سابق منو همونطور که من میشناسم نمیشناسه بهتر از من نمیشناسه من از همه بهتر میشناسمش فریز بعدی بچه I reckon اینو معمولا بریتیش استفاده میکنه دقیقا همون I think مثلا بیشتر امریکن ها میگن well, I think بریتیش ها میگن I reckon خب خیلی امریکن ها از reckon استفاده نمی کنن I reckon okay? For example
I reckon this coronavirus was all made up to paralyze economic matters. یکی از نظر من، من فکر میکنم که این ویروس کرونا همش ساختگی بود. Was all made up to paralyze economic matters. Paralyze بچه ها به معنای فلج کردنه. خب فعلش یعنی paralyzing something، یعنی چیزی رو فلج کنی. خب فلج کردن مسائل اقتصادی. مثلا به کسی که رو ویلچر میچینه رو ویلچر میشینه بهش میگن paralyzed، یعنی فلج شده. He is paralyzed. خب حالا اینجا داره میگه که به نظر من ویروس کرونا همش ساختگی بوده فقط برای اینکه مسائل اقتصادی حالا مثلا تو کشورهای مختلف فلج کنه. خب to paralyze economic matters. Reckon it's time you knew. I reckon he'll stop at nothing to make sure we don't find the rest. Going to need that, right? خب فریز آخر هم بچه honestly speaking اینو میگی و ادامه جمله. Honestly speaking بخوام صادق باشم، صادقانه بگم خب صادقانه بخوام حرف بزنم. Honestly speaking for example honestly speaking I probably shouldn't have come to visit you after the fight. میگه که بخوام صادقانه بگم احتمالا من نباید، بهتر بود که I probably shouldn't have come to visit you after the fight. شاید بهتر بود نمی اومدم بهت سر بزنم بعد از دعوا. I shouldn't have come to visit you after the fight. خب بچه ها برای تمرین با دو تا یا سه تا هر چند تا که دوست داشتید اصلا یه دونه افتخار بدید برای ما، یه تمرین بنویسید توی کامنت ها ما هم استفاده کنیم. با دو تا سه تا چهار تا از این فریز ها یه جمله بر من جمله درست کنید. اونایی که براتون تازه بودن و نشینده بودید خب مسلما اگه با اونا جمله درست کنید دیگه یادتون میمونه. ببینید چی می نویسید ما هم لذت ببریم. Thank you for watching guys. مرسی که تماشا کردید. به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که این فریز های جایگزین به درتون خورده باشه. با اینکه من میدونم بازم هممون از I think استفاده میکنیم وقتی میخوایم فعل بدای حرف بزنیم چون عادت کردیم. ولی اگه تمرین کنید و بتونید اینا رو هم استفاده کنید خودتون احساس اعتماد به نفس بیشتری میکنید. بازم لطفا یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید. و تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون و کسایی که دوستشون دارید باشید. Take care.